او را به موتر زدند. شدید خونریزی داشت. دریور هم از محل حادثه فرار کرده بود. ما یک مزون دزدی کردیم. میخوایی ببینیش؟ فکر نمیکنم که... مزون رو داخل بیاریم. لزومی نداره که ما رو ببینم. من فقط یه مقدار اطلاعات کار دارم. پیش از اینکه روانش کنیم به پلیس حادثات ترافیک، آدم جالب است. باید ببینیش. با موجودیت اسناد و شواهد و هنوزم قبول نمیکنه که کاری اوست. شما اطمینان دارین که او خودش است؟ ما افراد با اساس اسناد و شواهد دزگیر میکنیم. شواهد آکی از متهم بودنش میکنه. این اصول کار ماست. یادم است. گوش کن. طرف مسئل کن. ماست یک سوال پرسون میکنم. آلی نیازی نیست که سوال رو جواب بده. اکمت در محکمه از او پرسان خواد کرد. گوش کن. تو اوشا و دختر محصل بیچاره را به موتر زدی و خودت فرار کردی. هیچ فکر نکدی که خون زایی کده از بین میره؟ من نبودم. من کسی را به موتر نزدیم. ایگه به وکیل ما ثابت خواستم. آقای عبدالغفار، لزومی نمی بینیم که از این مرد چیزی بشنوم. همه اگه چیز در اینجا ثبت شده. ایگه در محکمه معلوم میشه. ببرش. بهترین وکیل شار از وکالت مرا به عهده داره. به سامانوار بگو که امروز میبازی. ما آزاد میشم. تشکر آقای عبدالغفار. من اطلاعات به من میرسانم. خوبش. با سامانوارت بگو که نور خالقیار وکیل من. بی ادب. در مقابل یک خانم صدات بلند میکنی. ببرش. شفیق کجاست؟ مکتبش دیر میشه. مدیدم رفت اتاق کاکا نور خود. اون آمده. صبح بخیر. فالو کاکلی رو میشنم. مگر شو دلم نمیشه ولی از خاطر اندیوالو میخورم. این طرف میره و اون طرف میره. میگه کاکا نورم. خورترکش نایده بودی نور جان. یک کلولی قندول بود. حالا نام خدا پهلوان است. ای چیگه پاسدک میزنین؟ آن من کلام شدیم. شفیق چای تا بخور. نفیس همیش یک دوتا نام بدیم. تشکر. امروز روز عجیب است. وقتی بیدار شدم احساس بیگانگی کردم. من واقعیتش پشت پاریز دق شدم. توی گپ نزن. به خاطر که نه آمدی ببین چقدر کار خوب داری و امروز چقدر قضیه مهم پیش روی داری. مهم؟ نور میخوای امروز از مردی دفاع کنه که یک دختر جوان را همراه موتر زده. در شب تاریک چطور تشخیص داده که مو آدم است؟ امروز در محکمه معلوم میشه. البته من نمیخوایم که این دوسیه را ببرم. ولیکن هدف من این است که حق به حقدار برسه. من فکر میکردم امروز دفتر نمیرین. رخصت هستین. میخواستم یک جای میله بریم. بیادرم نمیتونه که به کار خود نبگوید. او باید کار خود انجام بده. من از کارم راضی هستم. به خاطر که تمام برنامه کاری خودم خودم تنظیم میکنم. بس اسم مادر اگر دلم نمیشه. پدر جان خیرم روز رخصت بگی بریم یک جای میله. نه یک قضیه مهم است بچیم. او دختر بیچاره به من نیاز داره. سارنوال خودش گم شده. چی؟ گم شده؟ هیچ تو امکان داره؟ اکمل همیش انتظار داره که این سوال رو ما جواب بدم. کاکا جان او چی تو گم شده؟ پلیس تعقیبش است؟ بدو بایک مرا بیار. تو خود دو زوری کمیش بایک مرا تو ماده کنی. بله. حالا زودتر بیارش. میشه که مثل یک برادر گپ بزنیم؟ مقصد چیست؟ چی میخوای بگی؟ ما در موضوع سارنوال گم شده هیچ دخالت نداشتیم. او معلوم دار بود که مرد احمق رشوت گرفته و دوسیه را سودا کرده. ولی خوب است که خودت مسئول دفتر تا دی موضوع در جریان بونی. موضوع این نیست که چه کسی به او رشوت داده یا چه کسی او را تهدید کرده. فعلا دوسیه تا پیش ماست. در محکمه میبینمت بیادر جان. بیا خیر باشه. این را باید که تاوردم. نمون بالتون دست نزدم. تشکر. شفیق به کل از خانه کمک میکنه. ایخو گل بچه هست. من نمیفهم مادر.
که ما چه وقته که سزای خانه حساب میشون؟ بچم تو افرار نکو، این خانه هست تو هست. نمیفهم مادر، هر وقتی که جمعیم به تو احساس میکنم که اکمل خوشش نمه یک میجا باشم. این گفت صحیح نیست، اینجا خانه هر دوی ماست و اینجا خاک ماست، کشور ماست. به تو فکر نکو که تو اینجا بیگانه هستی و فقط برای پیدا کردن پیسه آمدی. تو اینجا مانده نیستی، پس کوشش کو که برای اینجا یک کار مفید انجام بدی. او منظور بد نداره، خوبی تو را میخواه. میفهم مادر، ما باید برو کنم، وقت میشه. خداحافظ. خداحافظ شما. با خدا سپرده. بلاوان؟ خداحافظ. او چقدر برای کار فکر میکنن؟ من خوش داشتم کنم اگه جای بره میله، اما نشد. راست میگه، خیر سر وقت شد میریم. نور هر وقت که تصمیم بارسی گرفت یک میله هم خود رفتیم. آه خوب شد که گفتی، من باید بر گلالای تلفن کنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سارنوال اکمل، ما معلومات و شرح دوسیه را بررسی کردیم، شما میتونین شروع کنیم. آلی جناب، ما میخواییم گزارش پلیس ترافیک من حیث یک سند برای شما ارائه کنم. پلیس ترافیک بعد از وقوع حادثه در محل حضور داشتن. بسیار. شما اگر کدام شاهدی دارین میتونین شروع کنین. جناب قاضی، من فقط منتظر آمدن شاهد اصلی دوسیه هستم. اگر وکیل متهم خواسته باشن که اول با شاهدینشان شروع بکنن، من با این مسئله موافق هستم. عالی جناب، ما دستان فقط اظهارات موکل ما دارم که اظهارات تمامش بیگناهی موکل ما را بیان میکنه. عالی جناب، اجازه هست؟ یک تعداد اسناد است که باید به سارنوال اکمل تسلیم شود. اجازه. آلی جناب، اگه امکان داشته باشه وقت بیشتر بدین. سارنوال اکمل، جلسه محکمه شروع شده. ما بیش از این نمیتونیم منتظر شما باشیم. شما آماده هستید؟ اجازه. بله آلی جناب، آل ما آماده هستیم. شما میتونید شروع کنید. آلی جناب، ما با اظهارات خود متضرر خانم خالده شروع میکنیم. درست است. خودت خوانم بارستی. ما چند بار پیش ازی که خودت تلفن کنی تصمیم گرفتم که ببینمت. خود چی کنم که یک ذره مشکلات و جنجال خانه بیکار نشدم. ما خودت بعد از عرصی تورپیکه یکی دیگه خود ندیدیم. اینه چند ماه شد. تورپیکه چقدر مقبول شده بود در عرصی خود. داماد چقدر مقبول بود. فامیلشان چقدر خوش بودن. بیچاره آردیشان طلاق گرفتن. داماد بسیار بدرفتاری میکرد. در این وقتا مرد خوبم بر دختر پیدا کردن بسیار مشکل است. راست میگین. بگی یک دانه یک چاکلیت، تو هیچ چیز نگرفتی؟ من نباید شیرنی بخورم بخاطر که فشارم بلند میشه. یک دانه یک بگی. مگه مال خیر است. چرا که خوردن شیرنی که خوراک شیرینم مزید دیگه داره. این چاکلیت بچه هم بسیار خوش دارن. قدر بچه هم خوش دارن. راستی بچه های چطور هستن؟ خوب هستن؟ شکر بچه ها خوب هستن. دختره که چطور است؟ میگن در کدام تلویزیون بسیار ژورنالیست موفق است. آیشه سونیا گر خواستن فدوازده مکتب است.
مگر من خوش دارم که عایشه غیر از موضوعات کاری خود به یگان چیز دیگه فکر کنه. چرا؟ بایدم بکنه، باید. برای آینده خود فکر کنه، برای عروسی فکر کنه. عروسی؟ عروسی را چی میکنی که به یه گپا هیچ فکر نمیکنه؟ اگه او فکر میکرد، من بسیار خوش میشدم. تو از وقتی که نور از فرانسه آمده دیدیش؟ اینه، اینی عکسایش هست، آل وکیل شده. آه، شنیدیم. عایشه برام گفت که پس آمدن. راستی گفت که تهدید شدن. کدام خطر تهدیدشان میکنن؟ نی بابا، شکر جور تیار هستن. همین الان اردوش مصروف کار خود هستن در محکمه. نورم تصمیم داره که به خیر دمی کابل میباشه. سایکو، اینی عکسش در دفتر کارش هسته. سایکو، همون تو که خودش مقبول است، خوی عادتش هم خوب است. تکه ارمان ندارم بغیر از ای که یک دفعه نور ببینم امرای آرسم. وی تو یه چیز نگرفتی؟ بگی یک دانه از ای کلچه؟ بس از بس. بگی یک دانه یک. تشکر. نه همه چیز بیادم است. درسایم خلاص شده بود. من با عجله به طرف خانه می رفتم که بر امتحان آمادگی بگیرم. در حال تیر شدن از سرک بودم. هوا تاریک شده بود اما نه قضیات من میتونستم ببینم. وقتی که از سرک تیر شدم صدای بریک یک موتر در گوشم آمد. پشتم که دیدم یک موتر به تیزی به طرفم آمد. چراغش هم گل بود، روشن نبود. جناب محترم قاضی، گزارش پلیس ترافیک ثابت میسازه که فقط یک شاهد در محل حادثه حضور داشته. هرچند او شاهد فعلا در محکمه نیست، ولی قبلا به پلیس ترافیک گفته بود که چراغای موتر متهم روشن نبودن. تشکر سارنوال. آیا مطلب دیگه هم مونده که بگویی؟ فعلا نخیر. من میخواییم یک موضوع دیگر اضافه کنم. با اجازه شما. وقت موتر با مزد، من چره دریور را دیدم. امی خودش بود. عالی جناب، من علی ازارات از اونا اعتراض دارم. و شما اجازه میخواییم تا در این زمین از اونا سوالایی داشته باشم. برایتان وقت خود داده شد. آقا این نور خالقیان. مانع اظهارات مجروح حادثه نشین. شما میتونید اما بتین. من نفهم چرا اونا از موتر پایین شدن. من هم روی خودم فکر کردم که میخواه مرا کمک کنه. اما نه اتر نبود. در حال که ما به زمین افتاده بودم و از پای ما خون میرفت، اونا بالای سر ما آمدن و به طرف ما دیدن. و بعد از او رفتن. من فقط میخواستم که مرا به شفاخانه ببرن. عالی جناب، من اجازه سوالم میخوام. گپای از اونا کلی ساختگی است. عجله نکنید آقای نور خالقیار. گفتم که نوبت شما هم میرسه. مطابق قانون شما اجازه دارین تا پرسش‌هایتان را مطرح کنید. حالا بفرمایید. اما پرسش‌هایتان درباره موضوع باشه. تشکر عالی جناب. خب خانم خالده، من متوجه شدم که شما را موتر زد و فرار کرد. من در رابطه با این موضوع از شما سوال ندارم. آیا در وقت حادثه عینک به چشمتان بود؟ بله. بر من گفته میتونید که قوه بینایی شما تا چه اندازه است؟ نمبر عینک من 5 است. بسیار بالاست عالی جناب. بعد از حادثه عینک بچشم داشتین؟ بله. عجیب است. ای چطور امکان داره که یک موتر با سرعت زیاد شما را بزنه و عینک ها در چشمتون بانه؟ نه بعد از حادثه عینک ها چشمم افتاده بود اما نمیفهم کجا. در تاریکی شب بجل رفتن به طرف خانه و هم به خاطر آمادگی امتحان. حتما شما استرس داشتین که با موتر برخورد میکنین و عینک هایتون را گم میکنین. به اون مرد نگاه کنیم. آیا او همون مرده است که شما را برای موتر زده بود؟ بله ها. مدل موترشان بایدم است. اونا خودشان هستن. یک لند کروزر سفید. در کابل چند تا از این مدل موترها هست؟ عالی جناب. ما دیگه سوال ندارم. ولی عالی جناب. در اسناد و مدارکی که از متضرر حادثه خود داریم، نمبر پلیت موتر ثبت شده با نمبر پلیت موتر متهم مطابقت داره. عالی جناب، این موضوع هم نباید نادیده گرفته شده که او شب تاریک بود. آقای نور، هر وقت از شما سوالی شد باز جواب بده و به مقررات محکمه احترام بگذاره. متهم، آیا چیزی برای گفتن داری؟ جناب قاضی، فقط این که من هرگز خانم ندیدم و دو روز در کامپیوتر فروشی مصروف خرید بودم. ما بیگناه هستم.
شما میتونید برید سر جایتون. سارن و اکمل، اگر متهم کدام سوالی دارین میتونین شروع کنید. بله با اجازه. آقای ولید، شما موتر لنکروزر به نمبر پلیت 28382 زیر پایتان است؟ بله. و او روز حادثه ساعت 7 شام شما از جاده میوان تیر می شدین؟ نه خیر. پس کجا بودین؟ ولی جناب، ما اعتراض دارم. موکل ما به تمام سوالات به پلیس جواب داده و تمامش ثبت شده. فکر می کنم که تکرار سوالات ضایع کردن وقت است. فوراً ولید، این نکته را در نظر بگیرید. درست است، مشکلی نیست. راپور نشان می‌ده که شما در یک فروشگاه بودین. آیا میتونین کدام سند و یا شاهد بیارین که این موضوع را ثابت کنه؟ نه خیر، اصلا در فکرش نبودم. عالی جناب، باید گفته شود که موکل ما دلیلی نمیدید که به این موضوعات توجه کنه. جناب قاضی، اگر اجازه بدین که به کار خود ادامه بدم، بسیار خوشحال شدم. میتونین ادامه بدین. وقتی پلیس به خانه شما آمد، مطابق راپور ما پیشروی موتر شما خون پر بود. ما به تازگی یک گوسفند به خاطر آمدن کاکایم کشته بودیم. ولی آقای ولید، مطابق راپور پلیس نمونه خون پیشروی موتر برای تست به لابراتوار فرستاده شده. جناب قاضی، نتیجه تست خون پیشروی موتر با نتیجه تست خون خانم خالده مطابقت میکنه. حالا چطور امکان داره که خون خانم خالده بر روی موتر شما باشه؟ نمیفهمم، خون گوسفند بود نه زو. عالی جناب، شاید و سند وجود نداره که نشان بده که گزارش تست خون ساختگی نیست و با من فرصت داده نشده که با دکتر دیگه و یا لابراتوار دیگه مشوره کرده باشیم. بنان از شما میخواییم که این سند و مدرک در نظر نگیرید. لطفاً این سند در نظر نگیرید تا وقتی که صحتش ثابت شود، تا متهم و وکیلش وقت داشته باشند که نتیجه آزمایشات با همدیگه تطبیق بدن. عالی جناب، ما یک ثبوت دیگه هم داریم که میخواییم به محکمه ارائه بدیم. جناب پلیس عبدالغفار در رابطه میتونن توضیحی لازم را ارائه بدن. آقای عبدالغفار، شما میتونین شروع کنید. من میفهمم موضوع چی است. آقای عبدالغفار، لطفاً معلوماتتون رو در اختیار محکمه بگذارین. جناب قاضی، به خاطر که من یک پلیس هستم از موضوع آگاه بودم. خانم خالده و فامیلش از اینکه زندگیشان به خطر مواجه شود بسیار نگران بودند. به همین خاطر این سند قبلا به اختیار محکمه قرار نگرفت. این سند توسط پلیس ترافیک به دست آمده. یک گوشی موبایل در محل حادثه از جیب متهم افتاده بود که بعد از حادثه با دست خانم خالده پیدا شد. وقتی او از موتر پایین شد، او به طرف ما آمد که ببینه آیا من زنده هستم یا نه. چشمش به خونه روی سرک افتاد. وقتی که او با عجله به طرف موترش رفت، موبایلش از جیبش افتاد و را من گرفتم. اما وقتی که به هوش آمدم چیزی در پیش ما نبود. عالی جناب، اما این ثابت نمی‌شود که تلفن متعلق به موکل ما است. جناب قاضی، ما از آقای عبدالغفار می‌خواهیم که او تلفن را روشن کنه تا همگی معلومات داخلش را ببینیم. عکس‌های آقای ولید، شماره اشخاصی که هم آقای ولید میشناسند، لکه خون که متعلق به خانم خالده میشه، اینا همه ثبوت و شواهد ما هست. عالی جناب، این تلفن چند هفته پیش از پیش موکلم دزدی شده بود و این موضوع را قبلا گزارش داده. آخرین تماسی که از این موبایل دایر شده متعلق به یک کامپیوتر فروشی است. وقتی با مالک و کامپیوتر فروشی صحبت کردیم، او گفت که شماره آقای ولید است که مشتری دائمی شان است. آقای ولید در همون ساعت حادثه
با کامپیوتر فروشی تلفن میکنه میگه که مادر جادی میوند است و تا 20 دقیقه دیگه خودم اونجا میرسونم که هرگز اونجا نرفته و قابل ذکر است که حادثه هم دمی جادی میوند اتفاق افتاده. جناب قاضی بسیار عفو میخوام، من دروغ گفته بودم، این کار من بوده، اما میتونم خساری او را بپردازم. عالی جناب، با 15 دقیقه وقفه میخوایم تو سند جدید بررسی کنیم. ما دلیل برای وقفه نمیبینیم آقای نور خالقیان، موکل شما اعتراف کردم. بعد از اعتراف متهم، نتیجه محکمه امروز خود اعلام می کنیم. ما هیئت قضایی دیوان ابتدایی ترافیک در جلسه امروز خیش در حضور طرفین قضیه و با در نظر داشت دلایلی که در محکمه ارائه شد چنین فیصله نمودیم که تو اسامی ولید فرزند سهراب دریور نسبت مجرور نمودن خالده بنت عبدالقادر با مادرت و متکی به فقره 3 ماده 27 و فقره 2 ماده 73 و رعایت ماده 77 قانون ترافیک جاده نسبت عدم کمک به مجروح و فرار از حادثه به مدت 2 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. مطالبه حق العبدی متضرر محفوظ است. چی؟ ما باید هم پول تداوی رو بپردازم هم زندان برم؟ چه پاش دروغ گوی؟ من نباید وکالت تو رو بگردن میگرفتم، نباید تو رو با ایسی وکیل من انتخاب میکردم. شکست خوردی. بله؟ یک خبر خوش برات دارم. عکس نور گرفت، از نور خوشش آمد. عکس دخترم دیدم، همون چیزی که میخواستم. من این موضوع امروز برش گفتن نمیتونم، به خاطر که در قضیه امروز شکست خورده و بسیار هم ناراحت است. خیلی کی برش میگی؟ من میخواستم که خبر خوش برش بگویم. خداحافظ. مسئولیت ای چیزی که باید یاد بگیره. محمد اقبالی که دیگه مسئول هستی. دقیقاً. سلام برکت. چی شده؟ کمکم کنه. خواهش میکنم کمکم کنه. آه مظلوم، یا زمین از مکه تو کب زده بودم. نه خودت گفتی که اینجا هستی. زک مادرم چی به حال رو خوارم آورده. مادرم از بسور ایروین خورنده و معتاد شده. بیهوش هستی که؟ این دخترک بیهوش هست. شما باید در شفاخانه می بودین. اینجا چی میکنی؟ راست میگی؟ با شفاخانه باره. بعد از اون چه بین؟ دین خودت هم شفاخانه بیان.